باز این حاشیه رو نسبت به این اطراف داره ببینیم این عکسشو. رو <تصفح> ببینید ساختمون شخصیت خودش رو داره حفظ میکنه <تصفح> از میخوام. این ساختمون در واقع کناری هست این هم ساختمون اه... کناری هست تا اونجا که من دارم توی عکس میبینم اگه عکسای دیگه اش هم ببینیم آره این, این ساختمون همسایه است این هم ساختمون همسایه است ساختمون داره خودش رو هم با همجواریاش کاملا ببین اصلا این همجواری این متریال با متریالی که اینجا استفاده شده با متریالی که این استفاده اینجا شده کاملا همخونی داره یعنی همین نما با جدارش داره ارتباط برقرار میکنه همین که شخصیت مجزای خودش رو داره با توجه به ورودی که داره درباره صحبتی که گردیم گفتیم آقا المان که ما توی نما داریم که حالا تناسبات و متریال ها و اتفاقاتی که توی نما افتاده ورودی و معرف اون باشه <تص> و دقیقا میبینید که این اتفاق افتاده هم از لحاظ متیار هم از لحاظ خط و اینجا ما آجر در واقع فیروزه ای رو داریم ببینیم و این آجر ساده که خاکی رنگ هستش با فلز با فلزی که برای فلاشینگ ها استفاده شده برای هند ریل های توی تراس استفاده شده و خیلی نکته جالبی که اینجا وجود داره حالا اینجا توی یک بازشویی که اینجا وجود داشته یه قسمتش پنجره است اینجا شیشه ثابته یک کتیبه بالا داره اینا همه ثابت هم یعنی این ثابت 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 یه بازشو اینجا برای تراس داره یعنی اینجا هم شیشه است هم تراسه و اینجا اومده یک این درختای زیبا که توی نما کار میکنن کار کرده باکس راپلش ترانسپرنت فوق العاده است و ارزم به حضورتون که به هندریلش هم توجه بکنید هندریلش پاخوره خاصی نداره که فقط کفسازی شده و تا یک و ده یا حتی یه مقدار شاید بالاتر تا یک و بیست در واقع یک هندریل شیشه ای استفاده شده که البته هندریل شیشه ای ساده نیستش مقاوم کاملا ببینیم عکس های دیگر رو آجر فلز و فلز برای سطوح افقی که گفتیم چون بیشتر در معرض عوامل جوی قرار میگیرن شیبی که باید براشون وجود داشته باشه مقاومتی که براشون وجود داره دیتیل فلاشینگ رو توی آلترناتیو اول گفتیم و ترکیب فلز یک در واقع دو تا متریال خاکی و فیروزه‌ای خب هم معماری ایرانی رو داره یا با یاد, یاد از از متریال حداقل <تص> هم هزینه‌اش نسبت به متریال دیگه مثل سنگ خب ارزان‌تر تمام میشه نوز <تصفح> میخوام آجرش به صورت چهار بند کار شده و یعنی چهار طرف آجر بند استفاده شده میتونست این کار رو نکنه ولی این کار رو انجام داده خب جزء بوده دوتا تا لایتینگ اینجا بعد دو تا تراس داری یعنی از یک بازشویی که اینجا وجود داشته هم شیشه رو داره میگیره هم پنجره سین، هم تراسه <تصفح> و تنها بازشوهایی که این پنجره دارن این دوتا هستن بقیش کلا ثابت و کتیبه است این بازشوه این بازشوه این از این طرف و این از این طرف ف... نمیدونم که اینجا یک اه... فکر کنم یه واحد باشه قاعدتا که چون اینجا که نمیتونه دیوار وجود داشته باشه دو تا واحد باشه اینجا قاعدتا یه واحده ولی خب دوتا تراس داره از یه جا که قشنگ جالبه و اه... از قسمت حیاتش رو داره میبینیم که پروژه واقعا پروژه جذاب فوق العاده میگم توی این وبسایت شما پروژه بعد نمیبینید دیتیل اشتباه نمیبینید شما دیتیل این فلاشینگ رو نیا کنید کاملا درسته یعنی آب میاد اینجا و از اینجا یه لبه ای به سمت بیرون داده به نمام نچسبیده کاملا آب شروع میکنیم و میچه که این قسمت ها و روی نما اصلا نمیریزه یه لعاب فیروزه ای روی این آجره در واقع <تصحنت> که اینجا کار کرده وجود داره که لافیروزه میبینید یه می بینید. باستابی و داره یاده من شخصا خودم یاده اون خونه های سنتی که حالا اون لافیروزه توی حوز بود یه گدال باغچه بود این رنگ خاکی دورش بود و این احاطه کرده بود همه چیز رو اینجا هم داریم تقریبا همون رو میبینیم و سرسبزی که حالا تو توی اون باغچه بودش اینجا داریم همین رو پس هم مماری ایرانی داریم اصلا همه چی هست این پروژه فوق العاده است من اولین بار دارم می بینم.